بارون اومد یه ذره آتیشش تنده. ببین بارون اومد لحافمو خیس کرد، نمیدونم کار اضافی هم باشم که دو روزی که دوش میگیرم یه مقدار کارام زیاد. توفانه قد شد، آتیشش دونده، این موهای مشکی که دادم دونده. مرسی شری، این آهنگ رو تو فرستاد. یکی از بچه هم یه آهنگ فرستاد یه ذره آره پیداش نکردم، به من گفته بود اونو بذار پیداش نکرد. خب میدونم دستمال روی مامان بیار. ببینی یه ذره میدونی چرا دیر کردم؟ بلکه خب این بارونه اومد، خب دوش گرفته بودم همومو باید من چیزشو تموم بکنم و نمیدونم تمیز کنم و بعدش کرم بزنم و کرم حالا کرم که زیاد چیز نداره. بعد تو این فاصله که اومدم دیدم که بارون اومده بول روی لحاف رو عوض کن، اونو بنداز اونجا، نمیدونم چیکار کن، روی زمین رو پاک کن آبا رو.
بعد یکم هم اخبار مربوط به طالبان. خب من خیلی، من اصلا سیاسی تو این چیزا نیستم، ولی اقرار میکنم که مقدار درگیر روحیم کرده تو این یکی دو روزه. بعد یعنی مقدار درگیر روحی از نظر این که همین دیگه، به فکرم فرو برده، به خیلی از چیزایی که توی دنیا افتاد داره میفته، نمیدونم این ور اون ور، یه شکافی میشه، یه چیز میشه، نقبی میشه، یه لایه های درونی آدم میاد بیرون. بعد دیگه همین دیگه، دیدم که آهنگ چیز نمیتونم بذارم، یه ذره نمیخونده، رقصم نمیومد. خب البته خیلی برای من چند روز پیش یه بچه های دوستای افغانم که صحبت میکردم، اونا هم دیدم که اصلا اول خیلی ناراحت بودم، بعد ناراحت نیستم، چون اصلا خیلی عجیب بود، نمیدونم دیگه. ما هم که تو این چیزا نیستیم. کون اه. خواستم اینو بیارم، چه نه بردم این مال گردو رو بیارم. از این که اینقدر جالب، یعنی اینقدر من میدونی چی منو به فکر فرو برد همش؟ خیلی جالب بود که اصلا خونریزی نشد، اتفاق مقاومتی نشد. بعد یه اصلا خیلی آدم فکر کنه خواب میبینه، مثلا مثل که امروز خیلی قشنگ یکی بیاد، مثل اون امروز بود. میدونه از این نظر که آره، خواستم یه زن به شما بگم دیگه، یکم مثلا آفرین. از همینطور من با خودم گفتم مگه میشه، چیه اصلا؟ بعد گفتم گیواب کنم دیگه، یعنی میدونیم، ولی آدم بالاخره، یعنی از نظر ما که حالا کار نمیتونیم بکنیم، ولی از نظر اینکه یه دفعه این اتفاق انگار تصوری از طالبان تو به ذهنت هست، بعد یه دفعه مثلا مردم خیلی راحت، همیشه من میگفتم طالبان تو بین خود ماست و پس نمیدونم چی جوری بگم، ولی این اتفاق نه ناراحتم کرده، ناراحت که نمیتونم بگم، نه خوشحالم کرده، گیجم کرده، میتونم بگم اینه، گیج شدم و آره. یکی از بچه ها چند روز پیش که ناراحت بود، رویا براش یه چیز نمیشه، بعد دیروز گفت اصلا حالم خیلی خوبه. گفتم چی جاله؟ گفت اصلا وقتی گفت مثلا غنی رفت، انگار که مثلا اینو شما برداشت گذاشته اونجا، بعد اومدن اونجا رو گرفتم، مزار شریف رفت، این یکی مردم چی، اصلا خیلی جالب، خیلی جالب که نمیتونم بگم خوب نه بد، ولی خیلی عجیب، اتفاق بسیار بسیار عجیبیه. حالا یه دنه گرده میخواییم بشکنیم ده بار بلند. گوشتونم خیلی زشته، خیلی هم میگن زشت، داره اشکال نداره، خیلی ها به خود منم میگن زشته.
خب آره دیگه خیلی جالبه. من همیشه میگفتم نمیدونم بهتر اصلا همین گیجی خودم یه ذره بمونم. من هر اتفاقی که تو جهان میفته بر میگردم یه مقدارم به درون خودم، به بچه ها خیلی جالبه با این در بیارم. آره برو بیا چه جالب با این در اومد. ببینی تو بیا با این. خب یکم بیایم ببینیم که صبحانه میخوایم. این نونه انقدر خوبه، دیروز یه دیشب یه دونه شو گرسنم شده بود، یه دونه شو برداشتم بخورم. این کرم مرسی. اون روز که این بچه ها اومدم شال منو بگیرن، گفتم میخوای کره رو بیار، کره خیلی خوبی آورد. آره خیلی کره خوبی آورد. خب یکم من موز بذارم روش. سر گرده بزنم. آفرین بچه ها چه حواسشون هست. میگم بنداز تو شایی، راست میگم وسط گردو رو. چقدر حواستون به همه چی هست. آفرین. خب الان هامبورگ ساعت 12:30 فکر کنم، نزدیک 12. آره من موزو بچه ها ببینین الان چی؟ آره تای موزو. شما الان میگید که مثلا موزو مثلا با پنیر میخورم. بابا چی میگید؟ اصلا بچه ها رو هم بیا ریختم رو زمین. ببینید دیدید شلختگی شد. اومدم اونجا وسط آره انداختم تو چای وسط گردو رو. اینو از رضا شیخان یاد گرفتم، گفت وسط گردو این چیزا چیای گردو بود. اینا ناشو بندازید توی گردو، نمیدونم فایده داره چی چی داره، مثل همین دارچه مارچ. بچه ها باید میشینم اینم به عنوان چنگال هم میشه استفاده کرد. نه به عنوان چنگال نشد. آره ظهر صبحونه میخورم. الان دارم خیلی معمولا اینجوریه دیگه، من یه وعده اصلیم صبحونه است، نهار معمولا نمیخورم، شامم که دیگه نهار چیزی مثلا گرسنم شد یه دونه سالادی چیزی، مگر اینکه حالا یه چیز ساده دیگه، مگه اون وسط های برنامه. مثلا الان روز چهارشنبه برنامه داریم، چهارشنبه قرار دوره همی داشته باشیم، منتها من گفته بودم خونه فوزیه باشه، فوزیه گفت به خاطر نمیدونم از برنامه شو که گفتم دیگه. حالا فردا قراره که چیز بره. ببینید وقتی از دوش میام بیرون سرم هم میشه یه حالت پریشونی داره تا بیا جا بیفته. من انگوشتر دوستم اینجوری بکنم دستم.
تو ایران 5 وعده میخورم. من به کسی نمیگم چند وعده بخور، من به کسی نمیگم مثلا مهمونم بیاد نمیگم شام چی بخوریم فلان بخوریم، میگم چیزی میخوای بخوریم اول، میگه آره، مثلا میگم خب چی بخوریم با هم به توافق برسیم دیگه، اگه غذایی میخوای فلان کنیم بار بشینیم حرف میزنیم دیگه. اون روز یکی بود گفت من میخوام شام بخورم، گفتم خب برو برای خودت درست کن دیگه، من شام نمیخوام. حالا ممکنه مثلا نصف شبی دیر میگم دیگه، دیشب احساس کردم که قبل از خواب گرسنه‌ام، گفتم یه دونه برم از این میخوام، بازش کردم دیدم چقدر خوشمزه است اینو نونو پررنگ نیست که بابا، پررنگ نیست که، یه دونه چایی رو تو خوشت نمیاد بزن اینا در بیارم، بچه هایی که دوست ندارم بزن در بیارم، خوش یه خوشش نمیاد بزن ناراحت نشی نبین. خوب شد گوشت ماه دوست دارم. آره بابا اون وسط انگشت شست فلان بهمان، من اصلا به هیچی فکر نمی کنم. من یه چیزی که دارم میام میبینم مثلا خودم از خودم دیزاین میدم. یه دفعه دیدید دامنه رو کردم، ندیدید از اون بلیزه رو اینجوری کردم، دامن رو کردم یه بار، یه دامن بود دامنه رو کردم تاپ برای خودم. حالا هیه بگم بابا این دامنه، دامنه که دامنه، من تاپش کردم. حالا شاله رو کردم دامن. حالا من منظورم اینه، اینقدر نگید این مال اونه، این مال اینه، این مال اونه. ببینید چی برای خودتون خوبه، چه احساس خوبی بهتون میده. پنیر رو با اون نمیخورم، کی اینا رو تعیین کرده؟ به بدن خودت نگاه کن. من اصلا وقتی که سالاد خودم برای صبح اختراع کردم، اختراع نکردم، برای خودم ابداع کردم. مثلا دیدم اول اصلا سالاد مانده، همیشه مثلا تبریز که بودیم نون و پنیر و چای شیرین، اصلا چای شیرین مثلا سالی شاید یه بار، اونم مثلا اصلا چیز داره وقتی که یه برنامه یه جوری باشه که مثلا بخوام فکر اون برنامه های نمیدونم گذشته با نمیدونم یه چیز مراسم یه چیز غذایی باشه، چیز باشه، نون اسکو باشه، فلان باشه، نمیدونم یه جوری باشه، من میگم این مثلا بد نیست یه چای شیره سالی یه بار مثلا. حالا ولی خودم چای مثلا شیری نمیکنم. سیبو با چایی میخورم، سیبو با جای قند خودم ابداع کردم. و خب آدم بابا شما فکر میکنم مخترعین کیان؟ خودتونید دیگه، خودتونید. حتما باید این برای اون خوبه، این اونجوری خوبه، این اینه، این به اون، این به اون میاد، اون به این میاد. بابا نگاه کن ببین خوشت میاد، اصلا بردار قرمز رو نمیدونم فلان کار رو کن، من فلان چیز رو خوشت بیاد، خودت خوشت بیاد. یکی از بچه ها اینقدر دقیق بود، خیلی با مزه، گفت چرا همیشه از این ور میجوی نه این ور. آفرین. این آخه هنوز نزاشتن دیگه، دوتا چیز هم کشیدن دیگه پارسا، از پارسا این هم فرق کنی یه ماه دیگه دندونش میاد بیاد. ببین چقدر دقیق هستید، آفرین. بیشتر با این ور میخورم. میگه ای کاش میشه شوهرتو خودت هم اختراع کنی. حالا بهتون همینو بهتون میگم، من حالا این در مورد سالاد و اینجور چیزا که اصلا من اول رفتم میدفتم، اولین بار ترکیه رفته بودم، دیدم گوجه گذاشتم با خیار با زیتون در صبحانه تو هتل بودم، چی جالب شد. بعد اومدم هر جایی، هر موقعی آلمان اومده بودم، دیدم مثلا بغل چیز یه دوتا گوجه های نمیدونم چی گذاشتم،
به مرور برای خودم یه چیزی درست کردم و سالادم شد چی؟ الان سالاد ندارم. محتویات سالادم تموم شده. ولی حالا اول گفتم همه این چیزایی که دارم الان تموم بشه تا روز چهارشنبه که برای اون دور همی هم میخوایم خرید کنیم هم میخوایم چیز کنیم. حالا اون خانومه که گفتش که شوهرم میشه اختراع کرد ابداع کرد، بله من خودم موقعی که هی دوست پسرایی که میگه دوست پسر کنه شو کس اون موقع که اصلا فکر نمی کردم مثلا آدم میتونه دوست پسر اینجوری داشته باشه. بعد هی اومدم با خودم چیز کردم، هی گفتم که بابا من با این باشم با این باشم، این که اینو داره این اون یکی رو داره. بعد اومدم گفتم من باید یه چیزی ابداع کنم از تمام این دوست پسرای خودم، باید یه 40 تیکه ابداع کنم. خب چند همسری در 39 سالگی به این رسیدم دیگه. گفتم بابا زیبا داره عمرت از دست میره و تو همش منتظری یه نفری رو اسب سفید بیاد. خب بابا همینایی که هستن، این یکی نمیدونم انفورمیشن خوبی داره، اون یکی نمیدونم اهل مسافرته، اون یکی اهل پیاده رویه، خوب ورزش میکنه، اون یکی خوب غذا میپزه، اون یکی خوب سکس میکنه، اون یکی نمیدونم فلان. بعد دیگه اینجوری دیگه همه رو با هم دیگه 40 تیکه کردم، شد ابداع دیگه، خودتی دیگه. منتها چون وقتی یه چیزی رو که ابداع میکنی و نوعه، همیشه تغییر هیجان میاره و مخالفت میاره. این چیه پوشیدی؟ این اینجوریه؟ این به سنت نمیاد؟ این فلان نمیاد؟ همیشه اینو میاد. شما اهمیت ندید، باید بگید که اول اینکه خودم دوست داشته باشم. خربوزه، خربوزه از کجا بیارم؟ اینا کار احمد و فوزی است که میرن حبانوف اون مرکز شهر. من اصلا اونجا نمیرم که مغازه عربا ترکا نمیدونم چی 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 چی. خربوزه چه خوبه. افغانستان تسلیت هم نگید، واقعا خیلی جالب. همه اصلا همه میخواستن دیگه، همهشون فکر کنم میخواستن. خیلی جالب، افغانستان بلش کنیم. مثل همین جمهوری اسلامی چیزه، لیاقت مردم ما همینه دیگه، چون همه این بنیان تفکر رو دارن. شما نگاه کنید، من الان یه سری حرف میخوام بذارم، مثلا فرض کنید یه چیزی میگم تو کامنت های زیر کامنت، الان که حالا یه ذره باز بهتر شده نسبت به پارسال، من بودم همینه دیگه، جامعه ما اینه. هر کدوم از شما پس به خوبی هم حمایت میشه. یه آمار داشتم میگرفتن تو ایران، شما الان مثلا فرض کنید یه نفری رو یه کاری میکنه، شما برید بگید با این آدم چیکار کنیم، ببینید چند نفر میگن اینو بکشیدش، ببینید چند نفر میگن بکشیدش. خب دیگه چند نفر فرهنگ حذفی دارن، چند نفر فرهنگ خشونت دارن. الان من خیلی برام جالب افغانستان اصلا بدون خشونت اینجوری. من فکر میکنم خیلی بزرگی تو این کار هست. حس بدی ندارم، حس فقط احساس میکنم چه چیزی فکر میکنم فردش. من چای سیاه کلا کم میخورم.
نونی که صدا میده خوشه، خوشت میاد. آره چند نازک، خیلی خوب، ترد، صدای گردو هم خیلی خوب. دیروز که من داشتم اون داستان رو تعریف میکردم، داستان یعنی سوم مربوط به بستری شدن و حالا امیدوارم باز بتونم ادامه بدم. آذر که روزای یک شنبه با شوهرش، وقت شوهرش هم مخالف منه، شوهرش آلمانی ها، مخالف منه، میگه من این زن رو دوست ندارم، ولی خب میگه تو دوست داری، تو میخوای باش ارتباط داشته باشی داشته باش. ببینیم وسط گرد. دیروز که اونجوری میشه، آذر میگه سری زنگ میزنه، حالا خوبه من بسته بودم همه چیز رو، بعدش به زنگ میزنه به سحر و فلان و بهمان، و بعد به شوهرش میگه که به آندریاس، شوهرش آلمانی از من بعدش میاد. بعد تو بیا برو اینجا، خوشگلی. آره بعد اول آندریا میگفت من با این زن نمیخوام حرف بزنم، نمیخوام برم. بعد دیروز به خاطر این جریان مزیتی که پیش اومد، مولم میگن لباس میپوشه، لباس میپوشن که بیان، راهشون هم خیلی دوره به اینجا. بعدش آندریاس میگه که بابا حداقل زنگ بزن به سمیرا و سحر، سمیرا و سحر. بعد زنگ میزنه و سحر، مثلا سحر میگه که بابا زیبا تو، بعد یادش میفته خود جس آذر که من همیشه گفته بودم بهشون که در یه همچین شرایطی هم به همه اطرافیان هم میگفتم قشن، اصلا ترسای ما اشتباهه، ترسای ما از از چیزایی که نمیشناسیم ترس میاد. باز پروفسورها نظراتشون شروع شد، چشمم افتاد، چرا اینقدر پنیر میخوره، چرا اینو با اون میخوره، چای چرا این رنگیه، نمیدونم چی چی. با خودتون تمرین بکنی و خیلی دستاورد بزرگی براتون میشه. بگو من نمیخورم، ولی تو هر جور که دوست داری بخور. اگر در همین چیزا برای دیگران، فقط در حد اینکه نظر بدیم، نظرتون میدیم، نه اینکه بگیم چرا میخوری، اعتراض کنیم، اعتراض نکنیم بهش، دستاورد بزرگی داریم. خب آره بعد آندریاس لباس پوشیده، گفتم بعد که من به من زنگ زد، بعد از این شب باش زنگ زدم، گفتش که بعد که سحرینا میگن زیبا حالش خوبه، این حالت ها، گفت آره من زیادم اومد که زیبا گفته که من تو این شرایط رحم کنید، من خودم همون لحظه بعد از 5 دقیقه اشی بلند میشه، مثلا اون حالت بد نیست، اون گریه ها بد نیست، اون گریه ها قشنگترین حالت آدمه. بعد گفتم آندریا لباس پوشیده بود بیاد پیش من، وای پس این دستاورد بزرگ که، گفت آره یه قدم به تو نزدیکتر شد. من هیچ وقت به کسی نمیگم حتی اعتیادت رو ترک کن. خب این عکس چیزو ریه رو دیدی؟ صدا شنیدی؟ بابا انگشتره اینجاست، اینه هاش، این اینه انگشتره. این چند نفر گفتن انگشتره دوست نداریم، گفتم بابا بیای من گذاشتم اینجا، هی حواستون به انگشتره نره. حالا مثل اون جریان چیز شده، حالا یه زنی میگه انگشتره کو، بابا من چی کارتون کنم، باید یه زیبایی با انگشتر، یه زیبایی بی انگشتر.
چقدر جالب اونجا نگاه کنیم. نه بندازیم تو چای. بچه ها چرا گریه کردی؟ من نمیدونم، یه حسی بود خودش اومد و قشنگم بود. من خیلی گریه هامو دوست دارم چون نمیشینم، با اراده گریه نمی کنم. باور میکنی من 6 سال در زمانی که کمونیست بودم یه قطره اشک از من از چشمام جاری نشده بود؟ یه اشک تمساحی داشتم که اونم اینجوری الکی رول بازی کرده بودم تو زندان، ولی اشک واقعی که از وجودم بیاد نبوده. خیلی قشنگه. همیشه میگفتم من چرا اشک نمیریزم. چایی من بیان قدش مونده، چایی خیلی خوبی بود. بچه نونه خیلی خوشمزه بود. یه تقلب دیگه بکنیم و یه دونه دیگه هم بیاریمش. خواهیم ببینیم این که بچه هش مولیس چهار رو میشد. البته اینا خیلی نازکم. آره 6 سال من اشکام جاری نشده بود و اولین باری که اشکام جاری میشه مثل یه آبشاری بود. اینجوری وای انقدر قشنگ بود، انقدر قشنگ بود، انقدر قشنگ. اگه یه روزی اونجوری اشکام بیاد چی میشه؟ چه رودخانه ای میشه؟ ولی نمیتونم با اراده این کار بکنم، باید خودش بیاد، رودخانه وجودم جاری بشه، چشمه وجودم. ولی انقدر که اون دو سه قطره اشک مثلا اینجوری میاد، یه دفعه احساس میکنم چشمای من اصلا ججور شده. بابا دو قطره اشک چه خبره؟ چقدر نازنازی. به خودم میگم ما آره با اراده نمیتونم چیز کنم. اینو بزنم الان به این کره 100 نفر پیام میدم میگن که اوی اوی آی آی نمیتونه کسی دیگر بزنی که بیارم، بعدا نگن که به کسی دیگه. حالا خوی کره خودم بخارم، ولی خب چون بچه های دیگه هم میان سریع آسوشیتت میره میگه که زیبا با این بمونه اینجا برای کره، بمونه برای لیست زدن خودم. خب آره گریه خیلی قشنگه. هیچ وقت جلوی گریه کسی رو نمیگیرم. وقتی گریه میکنه احساس میکنم میگم خب بسو گریه کنه قشنگ، بعد نمیرم سراغش، میگم بسو با خودش باشه. بعد که مزاحمش نمیشی. چرا گریه میکنی؟ چرا گریه میکنی؟ بابا اون بذارم حالش باشه، بذاری تو حالش باشه، بذار این گریهشو بکنه، بذار آروم باشه، بذار قشنگ با خودش، با احساساتش، با حالاتش عشق بازی کنه. هم غم هم بعضی وقتا قشنگه. من یه موقعی بودی آهنگ دیدید آهنگ غم انگیز میذاری چقدر بهتون میچسبه، اصلا نمیخواین اون آهنگ رو اصلا عوض کنی. اه سیاه دونه بیارم، یادم افتاد سیاه دونه. سیاه دونه خیلی وقت تو رو ندید. یا سیاه دونه هم بذارم روش. آیا آره اصلا دین 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 سیزی این با یه زان دا یه جوز اساس چقدر خوشگلن اصلا. یه ذره آدم باور کن، نگاه کنه بو نداره، ولی خب
شکل قشنگی داره. اگه کسی که گریه میکنه از بچه هم کس هی نره، بعد اون وقتی میخوره زمین زخم میشه، همون لحظه باهاش چی شد چی اینو نگید، همون چند ثانیه وقتی خورد زمین امتحان کنید، امتحان کنید. من بچه بزرگ کردم، من آدمایی که مریضای آنچنانی بودن یا حالت یه دل قلبش گرفته فلان شده اینا، همون لحظه البته قدرت میخواد، چون باید خودتونم تسلط به این یه تکنیک خیلی مهمیه، خیلی مهم، به خصوص توی مثلا پرس کن تصادف، مثلا توی خیابون تصادف میکنه میفته زمین، یه دفعه نه اینکه کمکش نکنید یا همراهش نه، همون چند ثانیه رو شما انرژی اوه چی شد فلان اینو نگید، همون 3 ثانیه فقط نگید، انرژی منفی شما باهاش ممزوج نمیشه، ترکیب نمیشه که دو پل بشه، بعد با همون حالت که میره جلو اصلا بعد میگه خب کاری داری، کمکی میخوای، چیزی میخوای، بعد دو مثل همین چیزی که من دیروز گفتم، من تو اون حالتهای خلسم، اون حالتهایی که به من دست میداد، بدترین چیز، بدترین، ولی نمیتونستم به اینا بگم، بعد اینجوری میکردم مثلا با من کاری نباشه، بعد یه دفعه میمد یک ماساژ بده، بابا من ماساژ نمیخوام، فقط میخوام دست نزنی به من، اصلا با من کاری نداشته باشی، بلند میشم. سال 2010 یک کلینیک بازسازی احیای روح و روان رفته بودم، آخرین کلینیک که حالا در رابطه با من شورا تشکیل میده، که اصلا میشه رئیس شورا میاد میگه شما معجزه هستید برای جامعه پزشکی ما. حالا به اونجا میرسم، یواش یواش همه بیمارستان ها رو که به شما میگم، حالا اتفاقایی که اینقدر چیزا درباره من شنیدید و شنید گفته شده، من یواش یواش همه رو باید بتونم همه رو بیان کنم. توانم میخواد دیگه. خب اولین رو بخوریم، خیلی مهمه. چقدر خوب شد صبحانه با آرامشون، با چقدر با آرامش، آفرین، چقدر خوب، سکوت خوبی، چقدر خوب، انقدر سکوتم دوست دارم، به خصوص سکوت توی فضایی که اصلا مثلا برف هست، اون سکوت خیلی قشنگه، وای 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 چه قدرتی تو اون سکوت هست، وقتی شما مثلا توی جای صحرایی یا توی فضایی یا یه جایی میرید که مثلا کیلومترها با چیز فاصله داره، مثلا با صدای ماشین، با چی، با بعد خیلی عجیبه، خیلی قدرت عجیبیه تو همون سکوت. اگه بتونم امروز همین بهتون انتقال بدم، شما حتی میتونید خیلی یارو از مرگ
نه اینکه نجاتش بدید. خیلی مرده ها میفهمن، خیلی مرده ها. ببین این حرفا بزنم، میدونم الان خیلی چیزایی میگید بعد میگید، میدونم هزار تا شاید کامنت چرت و پرت، مثلا نمیگم چرت و پرت، کامنت در نفی این حرف من میاد، ولی مرده ها هم زنده، مرده ها هم زنده. این یادتون باشه، مرده ها هم زنده، زنده ها هم مرده. مرگ و زندگی اینجوریه با. اصلا به قدری در همه جدا شدنی نیست. لحظه ای که یه اتفاق براش میفته برای کسی، همین رو تمرین کنید که بچه میفته همون لحظه رو چی نگید. ببینید چقدر چیزهایی کشف میکنه به دنبالش. داره گریه میکنه، داره میفته، افتاد، ای وای مامان، ای وای فرام. سریم زنگ بزنه اورژانس فلان مهمان. انقدر که توی ایران صد و چنده 110 که پلیس و 112 برای چی قش کرده؟ ها ها چی شده؟ حالا یه دونه کامنت شنیده ها، یه کامنت دیده ها. فشار اومده پایین، رفته سرم زد. چطور میشه که همین آدم که با یک کامنت، با یک کلمه کارش به بیمارستان کشیده میشه، همین آدم با 100 تا کامنت بعد، با اصلا با 100 تا اتفاق بد در زندگی واقعیش، هیچ اتفاقی براش نمیاد. سوال کنید، همون آدمه. حالا برای کسایی که اینو دوست دارن، نصف نیم، نصف ساعت برای اونایی که دوست نداشتم، نصف ساعت برای کسایی که دوست دارن. بچه ها خیلی خوشمزه، خیلی عالی. اگه انتخابش میخوام دوباره بخونم، ولی نمیخوام دیگه، چون بس دیگه لذت شو بردم دیگه. نام بمونه گردو بمون تو برای ناشن، برای ساعتهای بعد. نام بقیه یک پنیرا. نترسید، نترسید، انقدرش موند، انقدرش خورده شد. بعد از لایف همشو میخورم. مخفیانه اقدام چایی بخور. نه بچه ها، یکی از بچه ها سوال کرد بیشن، وای دیروز سحر یه پیام خیلی بامزه ای داشت، زنگ زده بود گفت زیبا به چیز که به بیژن پیام دادیم و سمیرا رفته با علی حقیقی حرف زده، بیژن سین نمی کنه. شری 5 بار به بیژن زنگ زده جوابشو نداده،
شریخ آلمانه. ما هم که این پیامو دادیم اصلا جواب نمیده، سین نمیکنه، سر برگشت گفت انگار فکر میکنه چه مثلا 70 یوروی 65 یوروی 65 6 یوروی که برداشته برده مثلا چه بزرگ چه کلاهبرداری بزرگی کرده که مثلا مخفی شده. بابا ما چقدر خندیدیم برای یه همچین چیزی برده، جواب نمیده، سین نمیکنه، فلان، انگار مثلا یه بزرگ الماس بزرگ از یک مثلا جواهرخونه رو برده که مبادا آثارش پیدا بشه. کلی خندیدیم بهش. بعد مریم همسر سابقش وای یه وایسایی داده، گفت وای زیبا چقدر خنده. بابا ما که خودم این 10-12 یورو قیمتشه، این اومده با خودش حساب کرده فرش. گفت به من گفته بود این فرش 50 یورو گرفته بود. گفتم ای 50 یورو به تو گفت؟ گفت به من گفته بود 50 یورو گرفته بود. ولی من موقعی که خونش بودم گفتم قیمت این فرشه چقدر؟ گفتش چون حالا ماشینی اینها 300-400 یورو. بابا یه رگ سالم تو اینقدر که این آدم دروغ میگه دروغ میگه. بعد گفت نه بابا به من که بوده، به من گفته بود این فرش 50 یورو خریده، حالا شاید دست دوم از آخه این چون میره خونه های مردم رو که رنگ میکنه فلان میکنه، داستانش خیلی زیاده که این وسایل از کجا میاد. هیچی. بعدش وقتی آدم یه نفر رو خیلی سال میشناسه داستاناش هم خیلی زیاده دیگه. خب حالا بمونه. بعد مریم انقدر ویسش بامزه بود، هی میخندید، میگفت این با خودش پول فرش رو حساب کرده، پول همین، یکی دیگه هم گفته بود پول اون نون و فلان و اینا رو حساب اونی که از سمیرا نگرفته، اون نمیدونم سمیرا، البته اون فکر نکنم 20 یورو میشه، حالا شاید هم میشد، کاسم بونم به ما نداد که. بعدش هیچی کلی، حالا به خاطر اینا وایس های مریم خیلی جالبه، کلی خندیدیم تو توی چیز گذاشتی مریم چیز. بعد گفت خب بیژن دیگه، ما همه بیژن رو تو این چیزا دیدیم چه کارایی میکنه اینا. حالا بعد من با خودم فکر کردم بابا تو که زیر زمین، اصلا اینجا هر خونه ای بچه هم زیر زمین داره، خونه های قدیمی هم زیر زمین داره هم چیز داره، بالا زیر شیرمونی هم داره، یعنی من خونه قبلی که بودم هم یه زیر اندازه زیر زمینی که الان دارم داشتم، یه دور اندازه اینم بالا تو پشت بوم داشتم، یعنی دو تا در واقع، اینو میگفتن کلر، اونو میگفتن نمیدونم بودن، رو نمیدونم بودن، نه حالا یه چیز یادم هم رفته چی میگفته. حالا بالاخره اون بالا زیر شیرمونی یه چیزی انباری ماننده بود. هیچه هم اینو خب باید یه دفعه کدم ای این که خونش هم قدیمیه، باید یه دوتا خب دوتا انباری داری، دوتا انباری مریم هم که گرفتی، بعد مثلا حالا تو اینا چی هست، چه مسائلی هست، چه چیزایی هست بمونه. ولی به هر حال اتفاقای جالبی به دنبال این موزر افتاده، حالا حتما هم میفته. سمیران با علی حقیقی صحبت کرده، وایسش هم هست، اونم حالا من برم اونم گوش بدم صحبت هایی که کرد. بعد گفته که علی حقیقی گفته من کی گفتم یه همچین چیزای فلان اینا، و چقدر خوبه که همه حرفا رو ضبط بکنن تا بتونه حقایق مشخص بشه. طرف میاد یه کلاغ و چهل کلاغ میکنه، یا مثلا یه حرفایی رو میزنه آدم ها رو تحریک میکنن. واقعا این که آدم حرفای همه رو به همه بگه و راز نداری چقدر مسائل رو حل میکنه. من اگه بتونم تو همین آلمان، تو همین هامبورگ، بچه هایی که الان هستن همین، حتی همین روز چهارشنبه ای که انقدر سخت شده بچه ها این برنامه دوره همیه ما، به خاطر چی؟ به خاطر در حالی که ستاشون هم افغانه، آذر، فرزانه، فوزیه، من با هیچ کدومشون مسئله ندارم. حالا خوبه آذر به فوزیه نزدیک شده، آذر به فرزانه هم نزدیک شده. حالا همین فوزیه قراره که مثلا هی گفت، اول گفت، گفتم فوز برو خونش ببینیم حالا اگر از تو خوشش اومده بذارم، اگر فوزیه رئیس آذر بره خونه فوزیه من فوزیه رو دعوتش میکنم.
که بیاد، فرزانه هم که میاد. این اصلا ببینید یه به اتحاد رسوندن چهار تا آدم خیلی معمولی ساده که خودمون هستیم، نه کشور آنچنانی دستمونه، نه نمیدونم جنایت های آنچنانی شده، نه فرد. ببینید چقدر کار داره. بعضی وقتا برای اینکه من بچه ها تو گروه دوت یه دیدار داشته باشن، انقدر از من انرژی گرفته میشه که میگم بابا میخوایی سفینه آپولو هوا کنی، یه دیداری، یه چایی میخوایم بخوریم. چرا؟ چون اینها واقعا ایناست. اینا در خونه رو من باز نمی کنم، من با کسی آشنا نمیشم، ام غریبه است. حالا چی کار میخوایم بکنی؟ خونه شما مگه چیه؟ چه چیزی داری؟ نمیدونم اسرار ناسا دست شماست، شما کاگب هستید، یا نمیدونم الماس های نمیدونم جواهرات آنچنانی تو خونه شماست، چی؟ چه مسئله‌ای هست؟ اگر من بتونم همین روابط خودمونو، همین، این چند سال من تلاش کردم علی حقیقی خونه من بیاد با من روبرو بشه. من یک کلیپی درست کرده بودم، چقدر ناراحت بود سر این کلیپ. گفتم بابا من این کلیپ رو بنا به اون همزندانی خودت حرفایی که زده بود گفتم بیا صحبت هایی که من در مورد ایشون دارم میگم خودت هم بشنو. خب این آدم حالا سر جریان کمند، ممنونیم از این که کمند، درسته که با انگیزه منفی سر این که منو ادب بکنه علی حقیقی رو به سراغ من فرستاد، ولی خب بازم آمد دیرام اینجوری اومدن باز بهتر از نیومدن. جنگ بهتر از بتالت و اون بیکاریه. حالا برای جنگ اومده بود، ولی اومده بود. بعد آدم بتونه، ماها بتونیم با هم حرف بزنیم، با هم رو به رو بشیم، خیلی مهمه. خب دیگه صبحونه منم تموم شد، بلنشم برم این آهنگر رو دوباره بذارم، یه ذره گوش بدید. و اگه بتونیم همین دور همیای کوچولو کوچولوی دور همیای واقعی، نه اینکه بشینیم فقط تشریفات، این که ما سر همه چی با هم صحبت میکنیم، سر همه مسائل. و خیلی ها نمیان توی این روابط من به خاطر اینکه میدونن من حرفایی رو میزنم، هر آنچه از اون شنیدم. حالا مثلا علی حقیقی که بیاد با من بشینه صحبت کنه، خب معلومه که اینجا من شیرینی و نمیدونم فلان و بهمان از این جور و شیرینی اینا، حالا میگم بیارن خودشون بیارن. ولی خب این که فقط اینا که نیست که، آسین اندر زتسنه، یعنی صحبت کردن، حرفای خودمونو گفتنه. و برای همین خیلی ها روبرو نمیشن. این کار بکنید دیگه، اگه ما بتونیم. چرا خیلی ها نمیان پیش زیبا ناوک؟ من برم پیش زیبا ناوک ممکنه بگم من با این آدم خوابیدم، من برم پیش زیبا ناوک ممکنه مثلا خیلی از حرفایی، من همیشه میگم پرونده های خیلی ها دست منه، خب چیزایی که میدونم، من میان با اسم میگم آقا درباره تو این سوده شده، خانم درباره تو این مسئله گفته شده، در این رابطه توضیح داری بگی. همین، فقط همینطور بگیم بابا گذشته و گذشته حرف نزنی، بشینی چایی بخورن یه دوره هم بگیم، بخندیم، جوک بگیم، فلان و اینا. نه این نیستش. بریم بمب، آهنگ بمب رو بذاریم گوش بدیم. آره برای شیرینی هم میگم بیارن دیگه، خوششون بیارن دیگه. من فقط در رو باز میکنم، بارها گفتم خونه من فقط در رو باز میکنم، بقیه کار اگه میخوام. ویت آخه میشه سنگین و بس کلیون توی الماس نامی پره نور دلت، چقدر بد داره میچرده به امزور دلت، توی لحظه تا پکامو زدم زودی رو من، تو تیک پاره های قلبمو دوختی به من. بومبه
آتیششم تنده. Boom.